بینندگان عزیز سلام، امروز یک شنبه 25 ماه جوزای سال 1393 خورشیدی که برابر می شود با 15 ماه جون سال 2014 میلادی و مجموعی از تازه ترین خبرهای غزنی، افغانستان و جهان تا این ساعت خوش آمدید. در نخست سرخط چند خبر: ادامه شمارش آرا در غزنی و اعلام 27% آرای مردم غزنی از سوی کمیسیون سهم شکایت‌های انتخاباتی در این ولایت. زد و خورد مسلحانه میان مهاجمان و نیروهای امنیتی افغان در کندهار. کشته شدن 6 تن در اثر انفجار ماین در سمنگان و کشته شدن 100 شورشی در وزیرستان شمالی پاکستان. حال همشروع خبرها، گوینده توریال افغان. بسم الله الرحمن الرحیم. کمیسیون صاحبی سهم شکایت های انتخاباتی در ولایت غزنی از شمارش 27% آرای ولایت غزنی در این ولایت خبر می دهد و می گوید که تا هنوز 66545 رای مورد شمارش قرار گرفته است. جزئیات بیشترین خبر از همکارم حشمت الله جلالی. آقای تگین، رئیس کمیسیون صحاوی سهم شکایت‌های انتخاباتی در ولایت غزنی، بعد تلویزیون غزنویان میگوید که تا روز یکشنبه از 14 ولسوالی غزنی به جز از 4 ولسوالی دوردست صندوق‌های رایدهی برای آنان رسیده که به اساس 27.41% آرای مرکز و ولسوالی‌های ولایت غزنی 66545 رای می‌شود. شمارش گردیده که 41475 رای آن از مردها و متابقی 20569 رای آن مربوط خانم ها می شود. اما آقای تگین از فیصدی پیشتاز بودن کاندیدان چیزی نگفته و می افزاید که تا هنوز مشخص نشده است که کدام یک از این کاندیدان رای بیشتری را از میان این 27% آرا از آن خود نمودند. ما 27.41% آرا را ما که حساب کردیم 66544 رای است در مجموع که به دسترس ما رسیدگی است و البته 25069 رای مربوط به خانم هاست و 41475 رای در طبقه ذکور رای داده. اینا 27.41% آرا به ما رسیدگی است که ما از دفتر انتخابات گرفتیم. به حساب نشان میده که 66545 رای استفاده شده که 41000 رایش مربوط به مردم میشه و متباقیش مربوط به خانم ها میشه و صندوق ها در مجموع از سایر ولسوالی ها به دفتر مرکزی انتخابات رسیده. فقط از 4 ولسوالی باقی مانده که ولسوالی جاغورو مالستان است و ولسوالی اجیرستان و گیرو که انشاءالله امیدوار هستم فردا و صندوق هم برسن و امیدوار هستم که نتیجه دیگر به شما شرک بسازیم. زاد و خورد مسلحانه میان مهاجمان و نیروهای امنیتی در شهر کندهار. مقام‌های محلی ولایت کندهار در جنوب کشور میگویند که زاد و خورد مسلحانه میان نیروهای امنیتی و مهاجمان مسلح که در یک ساختمان جا گرفته بودند برای چندین ساعت در کندهار جریان داشت. سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت کندهار تاکید کرد که مهاجمان مسلح با واسکت‌های انتحاری مجهز بودند. دواخان مینپاد، سخنگوی والی کندهار، با تایید این رویداد به خبرنگاران میگوید که گروه از مهاجمان مسلح وابسته به ترورستان ساعت 11:30 دقیقه روز گذشته در مربوطات ناحیه سوم شهر کندهار داخل یک ساختمان در نزدیکی یک از محلات رایدهی شده بودند. سخنگوی والی کندهار میگوید که نیروهای امنیتی به دلیل اینکه فضای انتخابات در روز رایگیری امن باشد، عملیاتی برای کشتن مهاجمانی که تعدادشان 5 یا 6 نفر خوانده شده بود انجام ندادند. با گفته وی، شب گذشته نیروهای امنیتی برای پاکسازی ساحه عملیاتی را راه اندازی کردند که تا پس از چاشت روزی یکشنبه ادامه داشت و گفته شده است که در این درگیری یک پلیس و 3 نفر دیگر زخم برداشته است. سخنگوی قماندانی امنیتی ولایت کندهار تاکید کرد که مهاجمان مسلح با واسکت‌های انتحاری مجهز بودند. مهاجمان مسلح در ساختمانی در نزدیکی یکی از محلات رایدهی در ناحیه سوم شهر کندهار جا گرفتند و قصد داشتند روز گذشته بر محلات رایدهی حمله کنند. با اصرار سپاس از شما بینندگان عزیز و تمامی همکارانم در رسیدگی خبر. این بود مجموعه از تازه‌ترین خبرهای غزنی، افغانستان و جهان تا این ساعت. از شما دعوت میکنم که بیننده برنامه‌های بعدی ما نیز باشید. وقتتان خوش. الله نگهدار.